درود خدمت عزیزان، یک شب دیگه در خدمت شما هستم با لایو سلامتی از مجموعه پرشن اوارز. مهمان امشب ما یک مربی و کارشناس تربیت بدنی هستش. موضوع لایو ما هم در مورد پیشگیری از آسیب‌های ورزشی هستش. توصیه میکنم به شما اگر که از اون دسته آدم هایی هستین که ورزش رو به صورت حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای دارین انجام بدین، حتما تا آخرین لایو با ما باشید. تا مهمون برنامه بیان خدمت شما عرض شود که در مورد مجموعه پرشن اوارز اعلام کنم خدمت شما که مجموعه پرشن اوارز مجموعه ای هستش که ایرانیان رو دور هم جمع میکنه و گرد هم میاره. هیچ بحث سیاسی مطرح نمیشه، هیچ بحث دینی مطرح نمیشه. این از امتیازات مجموعه هستش. فقط در سراسر دنیا ایرانیان رو کنار هم جمع میکنه و خدمت رسانی میکنه. انشاءالله امیدواریم که شما در مجموعه پرشن اوارز همراه ما باشین و بتونیم که در خدمت شما و دوستان باشیم. ما همچنان منتظر میمونیم تا دوست عزیزمون، مهمونمون به جمع ما بپیونده و لایو رو شروع کنیم. مهمان ما درود و عرض ادب. سلام، وقت بخیر. خوبه دکتر؟ مرمون شما آقای کیوان عزیز. ما شما رو معرفی نکردیم، منتظر شدیم که خودتون تشریف بیارین توی مجموعه و خودتون معرفی بکنیم و یک سورپرایز بشه برای دوستانی که در مجموعه قرار هست که با شما و شیوه کار شما آشنا بشن. در خدمتتون هستیم، لطفا خودتون معرفی بکنید. خواهش میکنم. اول از همه خیلی ممنونم از شما، از پرژن اوارد و جواید پارسی که این جمع بزرگ رو تشکیل دادن و این هم متخصص دور هم دارن جمع میکنن و روز به روز هم داره زنجیره ما قوی تر و بهتر میشه. من کیوان حاجی باقر هستم، متولد دیما 1361 در شهر تهران و مدت 21 سال هستش که مربیگری میکنم. مربیگری رشته های رزمی، بخوام بگم کاراته، کیک بوکس، بوکس و ورزش های آبی مثل آکوا فیتنس و ورزش پیلاتس. عرضم به حضورتون در ورزش کیک بوکسینگ یک دوره سال 2017 در کشور ایتالیا قهرمان جهانی دارم و اولین قهرمان جهان کیک بوکسینگ هستم، یعنی اولین قهرمان در رشته کیک بوکسینگ هستم که بعد شکست دادن بیماری سرطان به این افتخار نائل شده که تونسته عنوان طلای جهانی رو به دست بیارم. و عرضم به حضورتون همین دیگه، در خدمتتون هستم. بسیار عالی. ایوان جان، خدمت عرض شد که موضوع امشب ما در مورد پیشگیری از آسیب‌های ورزشی هست. چون که شما خود از خودتون معرفی کردین، میدونیم که همیشه آسیب‌ها به دلیل نابلد بودن انسان‌ها فرق نمی‌کنه، چه کسایی که به صورت عادی دارن ورزش می‌کنن، کسایی که به صورت حرفه‌ای دارن انجام میدن، به خاطر عدم شناخت و عدم حضور مربی همیشه ما آسیب‌ها رو شاهد هستیم. میخواییم که تو این لایو شما قسمتی از این که بتونیم پیشگیری کنیم از آسیب ها برای دوستانمون که توی لایو هستن و قرار هست یه لایو رو بعدا مشاهده بکنن، اطلاعات رو به صورت کامل بهشون بدیم. هرچند این کامل نیستش، ولی به هر حال قسمتی هم که ما بتونیم پیشگیری کنیم ممنون از مجموعه میشیم. خواهش میکنم.
عرضم به حضورت، من الان دم خانم رستانه هم در لایف هست، من عرض ادب کنم. خیلی ممنونم از زحماتش، واقعا خیلی داره بر مجموعه زحمت میکشه بیدریق و خیلی ممنونم. صدای من میشنوه الان آقای دکتر؟ من چند تا، چون خیلی وسیع هستش تیفش و بخوام صحبت کنم، من چند تا پاورپوینت دیشب آماده کردم که درباره اونا هر کدوم 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنم. البته ما جسارت میکنیم در برابر استادی مثل شما داریم صحبت میکنیم، ولی چند تا چیزی هستش که به طور کلی هستش و خیلی ها هستن که رعایت نمیکنن و مخصوصا من حالا گفتم که مثلا چون من تو ترکیه آنتالیا دارم زندگی میکنم، گفتم شاید مربی های خارجی این رو رعایت کنن، ولی من واقعا مربی های خارجی رو همینجا دیدم رعایت نمیکنن. و آره من اینجا واقعا یه دست مریضات باید به مربیان واقعا کاربلد ایرانی بگم، خیلی بهتر و خوبتر و عالیتر دارن کار میکنن. عرضم به حضورتون چند تا چیز خدمتتون بگم. اول از همه یه مبحثی هستش در بحث ورزش به نام گرم کردن یا همون وارم آپ. وارم آپ دو جور هست، یعنی دو تا شاخه داره. یه دونه گرم کردن عمومیه که ما خودمون رو به طور فول بادی گرم میکنیم، ولی بحث بعدیش میشه وارم آپ خصوصی تخصصی. ببخشید تخصصی یعنی چی؟ یعنی مثلا اوکی وارم آپ عمومی هر کسی قبل اینکه بخواد ورزش رو شروع کنه شروع میکنه یه مقدار گرم کردن، هارت ریت یا استران ضربانش رو میبره بالا، بعد اون شروع میکنه حالا حرکات های کششی. بعدش بعد این مثلا یه وزنه بردار هیچ موقع نمیادش اوکی من برم مثلا از اون کشاله پامو گرم کنم، همسترینگ رو گرم کنم. میکنه ها، ولی نه اونطوری مثل مثلا یه کیک باکسری که میخواد بره تو رینگ وایسن اونطوری بدنش رو گرم کنه. این میشه چی؟ وارم اپ کردن خصوصی تخصصی. ببخشید خصوصی عذر میخوام، تخصصی. و به خاطر همین هم این اولین دلیل آسیب زدن مثلا اون فوتبالیسته یه جور گرم میکنه، شناگره یه جور گرم میکنه. اینا اصلا خیلی چیز تخصصیه. الان برای چه همه جای دنیا برمیدارن مثلا برای تیم فوتبال میخواد بره تو زمین یه مربی متخصص میاد تیمو گرم، و من فوتبالیست ملت نیست خودش رو گرم کنه، بلده، ولی احتیاج به مربی دارن. مثلا اون وزن برداره یه تیم داره اونو گرمش میکنه که بخواد بره یه 10 ثانیه یه وزن رو ببره بالا و بیاد پایین. به خاطر همین هم این بحث گرم کردن یعنی 100% آسیب های ما برای اینه که خوب گرم نمی کنیم و وقتی هم تمرین می کنیم خوب سرد نمی کنیم، اصطلاح سرد کردن یا همون کول داون اونو انجام نمیدیم. و اینکه عرضم به حضورتون باز گرم کردن، میگم خیلی تیپش بسی برای هر کدوم باید چند روز صحبت بشه. گرم کردن بستگی به خیلی شرایط داره. مثل دارم بهت میگم، یکی که داره، من شهر خودم رو میگم، توی آنتالیای گرم و شرجی و مرتوب میخواد یه ورزش رو انجام بده، تایمینگ گرم کردنش با کسی که مثلا داره تو استکهلم سوئد میخواد این تمرین رو انجام میده فرق میکنه. 100% اونا 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر باید خوب بدن رو گرم کنن تا بدن به اون آمادگی برسه که بتونه خودش به قول معروف بری فعالیت ورزشی رو شروع کنید. یکی یعنی اول شما هر به قول معروف مبحثی درباره آسیب ورزشی رو که اصلا بخواین اینا رو سرچ انجام بدین، اولینش گرم نکردن خوبه. و ما هممون اکثر یکی رباتش پاره میشه، یکی نمیدونم کتفش در میره، اینا تمام به خاطر اینکه آقا اینا خودشونو خوب گرم نکردن. خب این اولین بحثی بودش که من خواستم بهتون بگم که یه ورزشکار چرا آسیب می‌بینه. من پاورپوینت رو اینجا گذاشتم که بتونم ازش ببینم. اول دومین بحث ما به این صورت هستش که یه ورزشکار چرا آسیب می‌بینه. دلیل دومش اینه که ما از لوازم خوب ورزشی استفاده نمی‌کنیم. مثلا میخوام بهتون بگم، باز من بحث فوتبال رو میزنم، یک فوتبالیست با مثلا من دیدم روی زمین هایی که اینها تقریبا خاکیه، چمنی نداره، زمین سفته، زمین اصلا، چون اینا رو به قول معروف خودم تجربه شخصیش هم داشتم جدا از اینکه حالا تو درسایی که خوندم، زمین سفته، بعد به قول معروف یه مدت میبینی قوزک پا درد گرفت،
بعد زانوه درد میگیره، بعد مرچ پا میپیچه به خاطر کفش و استوکایی که داره، اون استوک باید تو چمن نرم فرو بره ضرب و بگیره، ولی اگر توی زمین سفت بره خودی ضرب و منتقل میکنه توی مفاصل دیگه. شما تخصص خود فیزیوتراپ هستش، اینا رو از من خیلی بهتر میدونید. ما مسئله بخوام بهتون بگم، در یک ورزشی مثل کوهنوردی، مثل حالا هر چیزی، تجهیزات ورزشی خیلی مهمه که ما چه تجهیزاتی استفاده کنیم. همه خیال میکنن که من الان میخوام برم مثلا باشگاه یه چیز خیلی ارزون میخوام بری باشگاه دیگه، نه، وسیله کفش ورزش خیلی مهمه. ما کتونی های متاسفانه هر کی میخواد بره باشگاه یه کتونی کهنه، یه کتونی پارش رو برمیداره میره. یک دو، ما با یه کتونی یه دفعه میبینیم بعضا 3-4 سال یه کتونی مارک خوب داری خراب نره، 4 سال پاشو میکنن. نه، اون کفه خاصیت ارتجاعیشو دیگه از دست میده، شما باید اینو عوض دیگه. اینا البته من رفرنساشو خوندم، کیلومتر داره. بله. که مثلا شما ظرف مثلا 6 ماه با این کار دیگه شما اینا رو میدونی باید عوض بشه، ولی متاسفانه این کارها رو انجام نمیدن. اوکی. این بحث من جان ببخش من کلامتون قطع میکنم. پس عدم آگاهی قسمتی از آسیب هایی هست که منجر به آسیب های جدی میشه. خب بحث گرم کردن، من خودم مثلا حالا نظرم این هست که حتما دستگاه هایی که چون اکثرا وارد اسپورت میشن، اسپورت ها نمیدونم ساخته میشه، اینا قطعا مهندسی ساز هستش یا خیر. اگر مهندسی ساز میشه حتما مربی که شناخت کامل به حرکات داره خیلی پیشگیری میکنه از آسیب ها. آسیب ها من خودم به 3 دسته تقسیم میکنم: بالاتنه، میانتنه و پایینتنه. آسیب های جدی هستش که مثلا ما به عضومون میاریم، به نخاعمون میاریم، به ربات هامون میاریم، و بعضی موقع هم هستش که آسیب ها به ماهیچه ها هست. آسیب های ماهیچه‌ای به دلیل قشنگگر نکردن میتونه باشه، ولی اگر آسیب های جدی باشه این منجر به هزینه های هنگفت میشه. حالا من نظرم این هستش که در مورد دستگاه ها چی هست، دستگاه واقعی هستن که مهندسی هستش یا خیر؟ ببینین فرمایشتون خیلی خوب به جا بود. عرضم به حضورتون دستگاه ها همش نیست. میتونم بگم که شاید 30% دستگاه ها. من مثلا یک سری برند ها واقعا ناشناس آورده بودن و مثلا حالا مال کشورهای مال چین و اینا بودش. اینا به هیچ وجه استاندارد ها رو نداشتن. خب اصلا بخوام یه دونه باربل، یه دونه میله هالتر عادی رو من مثال بزنم، این اگر 1 میلیمتر خم داشته باشه یا این بر با اون بر یک کوچولو اختلاف وزن داشته باشه، باعث میشه که مثلا یه چست پرس، پرس سینه این ورزشکار داره میزنه، ولی بعد از 3 ماه 6 ماه ما میبینیم که بدن این ورزشکار نامتقارن داره رشد میکنه. همه میگن آقا دستتو درست بگیر، این بنده خدا شاید دستشو داره درست میگیره، ولی این ابزار ایراد داره. میدونین یعنی الان توی علم جدید آقای دکتر، ما خیلی تمریناشو مثلا آوردیم با کشها داریم انجام میدیم، به خاطر اینکه کشها درصد خطاشون خیلی کمتره و در اختیارتر میتونی باشون انجام بدی. مثالی که بخوام بهتون خدمتون بگم، توی درمان ها خودت شخص بنده تو حرکات اصلاحی که دارم الان به خیلی از هنرجوهام میدم، از کشهای پیلاتس دارم استفاده میکنم و اینها به راحتی، مثلا یکیشون هستش که آرزه کایفوز داره، نمیدونم یک سریشون اسکولیوز دارن، اینها به راحتی دارن با این عرضم به حضورتون کشها تمرین میکنن. اول از اینکه در اختیاره، رول میکنه میذاره تو کیفش، همه جا مسافرت هم با خودش رو میبرن، درصد خطاش خیلی کم داره. ولی خب این دستگاه هایی که برنده خیلی خوب هستن، خوب که دستگاه خیلی خوبی دارن، ولی واقعا اینا خیلی کمه و در دسترس همه نیستش. به خاطر همین الان تمرینات با کش های مختلف خیلی بیشتر شده. شاید 10 سال پیش اصلا کسی کش نمیدونست چیه. ولی الان ایوان جان، ما هم دقیقا توی بیمارستان و کلینیک از کش های پلاتیس استفاده میکنیم، کسی که خصوصا آسیب های شدید گردن خوردن، مثلا مهره های گردن آسیب خورده، خیلی داریم استفاده میکنیم و این خوب جواب میده. حتما فرمان شما متین هستش. دقیقا. مرسی از لطفتون.
یه چیز دیگه که میخواستم بگم آقای دکتر، هر حرکت ورزشی یه بیومکانیک داره، بیومکانیک حرکتی داره. ورزشکار بعضا میخوام بهتون بگم یه حرکتی که خیلی رایش هست و همه بلدن، یه حرکت تو بدنسازی داریم که بهش میگن نش و جانه، دستا رو پهلو میارم بالا. شاید بهتون بگم خیلی ها، درصد نمیتونم بگم، وقتی میزنن به این صورت هی دارن از گردن استفاده میکنن. این حاصلش چی میشه؟ بعد یک مدت دیگه این ما داریم درس پس بدیم جلو شما، واقعا شما فیزیوتراپی من اینا رو باعث میشه که این دیسکای گردن سایده میشه، درد میاد سراغشون، نمیدونم برس باید ببندن دیگه. بعد شما میگم بیشتر من میدونم که چه عواقبی خواهد داشت این اشتباهات. ما همه چیز رو نمیتونیم بگیم مربی اشتباه میگه یا دستگاهش کجه یا چیز خوب نیست. بعضی وقتا هستش خود ورزشکارها یک عمری حرکت رو اشتباه میزنن و هرچی هم بهش، من خود من به شخصه بر خود شما 100% پیش اومده، انسان ها وقتی به خیلی میگه آقا شما مثلا جسارتا دارین اشتباه میزنی، یا ناراحت میشه یا مرسی برو دنبال کارت، نمیخوان اشتباهشون رو بپذیرن. و یکی از بزرگترین مشکلات ما الان این هستش که سوشال مدیا اومده، هر کسی برای خودش یه پیج زده و مثلا برای خود من میلیون ها بار پیش اومده، شاگرد برای من میفرسته مثلا میگه استاد شما میگی مثلا چپ راست چرا، پس این مثلا پسره میگه چپ اون موقعی که میخوای بزنی چشتو ببن بزن، شما میگی چشتو باز کن. میگم اگه مربیتون منم که گوش کنین چی دارم بهتون، اگه خب برو با اون آقا تمرین کن. ما متاسفانه این چیزایی که تو یوتیوب اومده تو نیست، باز یوتیوب یه ذره منابع میشه گفتش معتبرتره، ولی متاسفانه تو اینستاگرام نخیال کنین بچه ایرانی هستن، خدا شاید بر من امریکاییشو فرستادن، امریکاییشو فرستادن جدی مال 2 سال پیشه. من همون استوری کردم برگشتم گفتم این آقا الان تو این حرکت کرانچ که داره میزنه دوتا ایراد داره، دوتا ایراد تکنیکی داره، 198K پیج این آقا بودش. یعنی خیال میکن هرچی فالوورش بالاه، این که دارم بهتون میگم این هم جزء بحث ما آسیبای ورزشیه، ولی این هم جزء آسیبای ورزشیه ها، اعتماد کردن به هر کسی که نمیشناسینه. شما اگر مثلا اصلا شخص من آقای دکتر کامران، شما میخواد ببین آقا آقای کیوان حاجی باقر یا آقای دکتر کامران معتبرن دیگه، هر همه چی خدا رو شکر سرچ اومده، سرچ کن ببین اینا کجا ثبت شدن، کیان چیان، پدرش کیه، مادرش کیه، اینا رو ذره تحقیق کنن، هوشمندانه مربی خودشون رو انتخاب کنن. این خیلی مهمه. بحثی که من همیشه مخالف هستم این هستش که زیاد مردم دنبال این هستی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن برای اینکه دانش خودشون میخوان ببرن بالا. بحث سلامتی اصلا شوخی بردارنه، انقدر دروغ های کذب من خودم دارم میبینم، انقدر دروغ دارن میگن، انقدر اشتباهات محض دارم میبینم که مردم فکر میکنن که این واقعیته. اصلا واقع من مثلا همیشه توصیه میکنم که آقا اول اگر میخواین واقعا سالم زندگی کنید به هیچ عنوان دنبال سرچ توی شبکه های اجتماعی نباشید. مثلا اون حرکت درسته، اون حرکت داره انجام میده، ولی آیا اون حرکت شما بهتر میدونه؟ آیا مهندسی شده هستش کسی که بخواد ببینه که دونه دونه اون حرکاتی که داره انجام میده به کدوم قسمت ها داره آسیب میرسونه؟ اینا رو نمیبینه، فقط یه در جمع یه چیز کلی داره میبینه، فکر میکنه انجام بده. حالا بحث تغذیه من همچنان دیدم که مثلا تغذیه اینو اینو بخور قشنگ لاغر میشه، یا مثلا بدن حش پیدا میکنه، این کارو بکنی مثلا برای زانو درد خوب هستش. که من با یکی از دوستان اتفاقا تو شبکه اجتماعی هم اینستاگرام که وقتی یه دونه مثلا یه پستی گذاشته بود، پست نگاه کردن گفتش که این برای انگوش دست خیلی خوبه. گفتم این مشکل کارپال هستش، شما یا کارپال رو واقعا نمیشناسین یا اطلاعات ندارین. بعد دیدم که اومد خیلی قشنگ منو بلاک کرد. چرا؟ بعد جالبه که اونجا اومد نوشت که میشه شما نظر ندین توی پستای من. گفتم خب مردم دارین اشتباه هدایت میکنین، و این با اصلا خیلی راحت منو بلاک کرد که مثلا من توی پیجش مثلا توی پیغامی براشون نذارم. این خیلی متاسفانه انتقاد پذیر نیستیم، متاسفانه انتقاد پذیر نیستیم. و اینکه من یه چیز خدمت شما بگم، فرمودین شبکه‌های مجازی، خیلی وقتا هستش
اون مربی اصلا حرکت رو درست نشون میده، خب یعنی درست داره حرکت رو نشون میده. آیا شما که مثلا بلند، من این رو به چش دیدم، مثلا برای یک آدم تازه کار، تا مبحث بعدین درباره همین ورزش رو به تدریج باید لولش رو ببریم بالا، برای شما تازه کاری که مثلا روز دوم باشگاهته، آیا حرکت برپی اصلا تو میتونی بزنی که برای خودت برمیداری مثلا جزء اسکجول برنامه مینویسی؟ میدونین چی دارم بهتون، اون مربی اون که اون برد داره درست انجام میده، ولی تو واقعی که داری یه برپی میزنی، کمر و گردن و آرنج و مچ و همه جا تو آسیب میزنی که نه من برپی بزنم، من ورزشکارم، من خفنم. ما یه چیزی آقای دکتر خدمتتون بگم، من تو لایو قبلی خدمت خانم سانعی بودم، برگشتم گفتم متاسفانه ما ایرانی ها، خودمون رو دارم میگم، اصلا به ملت دیگه کاری ندارم، حاضریم میلیارد هزینه میکنیم که بریم دیسک گردن رو عمل کنیم، دیسک کمر رو عمل کنیم. آقای دکتر خدا خیرت بده، دست بخواب بریم برای یارو گوسفندم میکشیم، ولی حاضر نیستیم که مثلا اگر یک عمل جراحی رو مثلا 100 میلیون هزینه شه، حاضر نیستیم که تو 5 سال 10 سال خورده خورده 100 میلیون بدیم یه مربی بالا سر اون وایسه این بدنه رو بسازه. من واقعا یه سمیناری شرکت کردم، یه مدرسی بود از کشور آلمان، برگشت گفتش که کسانی که در طول دوران زندگیشون ورزش میکنن و استبیلیتور عضلاتی که بر فیله بزرگ، عضلاتی که کور یعنی مجموعه از استبیلیتورها، اینا رو قوی نگه میدارن و عضله دوقلو پا، گفتن که تا 60-70 سالگی کمردرد بیمن هیچیشون نمیشه. ولی ماها بر میداریم وزن رو میاریم بالا، میشینیم میریم عمل لیپو میکنیم، میریم فلان میکنیم، ولی حاضر نیستیم ورزش کنیم. من الان هزاران هزار آدم میشناسم که اینا عمل کردن و میگن ای کاش ما ورزش کرده بودیم، چون خیلی عوارض داره، میرن معده رو کوچیک میکنن، نمیدونم اصلا یه کارایی میکنن که من فیلم عملش هم حاضر نیستم ببینم، چه برسه بخوام رو خودم انجام بدم. و واقعا بزرگترین سرمایه هر انسان سلامتی هستش. وقتی این نباشه، شما میلیاردر هر باشی، هیچ کدوم از اینها هیچ ارزشی نخواهند داشتش. و متاسفانه این درد ما، یک عمر ورزش نمی کنیم، یک عمر غذای بد می خوریم، یک عمر فکرهای بد می کنیم، انرژی بد میدیم، بلد نیستیم از آب، آفتاب، طبیعت استفاده کنیم، بعد میگیم ایرانی ها افسردن، ایرانی ها شاد نیستن، هر کیم شاده گردنشو میگیرن میگن شاده، این نمیدونم کافره، این فلانه، حالا ولش کن وارد حاشیه نمیخوام بشم. من بحث سوم که میخوام خدمتت بگم، من تو پرانتز میتونم بگم پی ایوان جان، تو بحث سوم میخوای شروع کنیم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. ببخشید، ببینید من خودم جز کسایی هستم که خب مریض رو دارم میبینم، بعد میگم که شما با یه حرکت اصلاحی میتونی این بیماری رو رفع کنی. مثلا دیسک کمر داره یا مشکل زانو داره یا شولدر مشکل خورده، به هر صورت میگم شما نیاز به جراحی ندارین. زمانی که ما میگیم نیاز به جراحی ندارین، سریع با یه جراح مشوره، جراح هم سریع یعنی که مثلا پول بگیره، سریع براش نیست جراحی. ما داشتیم اینو توی بیمارستان آتور داشتیم، یه آقایی بود تو تدیسکش مشکل خورد ولی مشکلش حاد نبود. گفتم که شما اینو با مثلا با 15 جلسه تا 20 جلسه فیزیوتراپی میتونه درمان کنه، حرکت اصلاحی باید داشته باشه. و این قبول نکرد، و این قبول نکرد، جراحی کرد و جراحی که هنوز داره با باکر را میره. این جهت دوستانی که قرار هست تازه بعد جراحی میگم بیور در درشت فیزیوتراپی، 30 جلسه فیزیوتراپی کرده هنوز با باکر داره، میگه من اشتباه کردم. میگم خب عزیز من، چون یکی از قسمت هایی که ما ایوان جان، حالا بحث ایرانی ها بیشتر هست، هر کجا مشاوره رایگان بدیم فکر میکنن که ما چیزی بلد نیستیم. ما الان توی شبکه دقیقا پرشن اوارد ما اومدیم حوزه سلامتش رو اندازی کردیم با مجموعه. خب این اطلاع رسانی هستش، مجموعه پرشن اوارد وقت گذاشته به ما، آموزش شده و ما حمایتگر هستیم که این بله. تمام ایرانی ها در سراسر جهان جمع کنیم و این اطلاعات، تبادل اطلاعات داشته باشیم، از پزشکان گرفته، از هنرمندان گرفته. ولی فکر میکنم که این پشت این پرده چیزی هستش، فکر میکنم که یه سیاست پشتی، یا مثلا کشورهای مثلا سعودی، کشورهای مثلا اسرائیل پشت این شبکه هست. نه، ما همه یک انسان هستیم و از هیچ کجا تأمین مالی نمیشیم. این مجاب نمونده بود.
کسایی که تو پیج من الان تو این لایف هستن خب منو میشناسن. من الان 3 سال خورده یه تو آنتالیا زندگی میکنم و پرژن وارز این جواید پارسی باعث شد، یعنی بانی خیر شد، شما در 1 کیلومتری من هستی. 3 سال اینجا نمیشناسیم هم دیگر رو، ولی الان آقای مقدم برگشتن گفتن آقای کیوان و آقای کامران وایسن بخش سلامتی، ما با هم دیگر دوتا رفیق شدیم، شما در تخصص خود، من تو تخصص خودم. و اینکه پرژن وارز هدفش اینه که ایرانی های متخصص رو جمع کنه به هموطنها شناسوندن چیزه. حالا هر کی هر فکری میخواد بکنه دیگه خودشون میدونن، ما وایستادیم بیریا داریم کار میکنیم. بله ببینین، ورزش رو ما باید به تدریج شروع کنیم. یعنی چی به تدریج شروع کنیم؟ یعنی من با وزنه میگم به خاطر اینکه همه 90% آسیبا رو ما اینطوری به خودمون بزنیم. شما بله شاید در روز اول که بری باشگاه بتونی که جوونی زورت هم زیاده یه دفعه 120 کیلوگرم بگیری ددلیفت بزنی، میتونی، ولی آیا این کار درسته یا نه؟ هرگز درست نیست. شما اگر قدرتش هم داشته باشی تکنیکش رو نداری. ما باید، من خیلی وقتا مثلا به شاگردان میگم، میگم ماه اول امکان داره برای شما حوصله سربر باشه، بورینگ باشه براتون، ولی من پایتون سفت میذارم، تکنیک ها رو باهاتون درست کار میکنم، بعد میگم آقا بلند شو بیا اصلا دیگه حرفه ای ترمینتو بکن. ولی متاسفانه انسان ها دوست دارن که یک شبه راه 100 ساله رو برن. ورزش واقعا اینطوری نیست. ورزش همونقدر که خوب و مهربون و مفیده میتونه بیرحم و آسیب زننده باشه، یعنی میتونه بدن ما رو ناسالم کنه اون ورزش کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا در ورزش های رزمی طرف در جلسه دوم اومده داره تمرین میکنه، یه دفعه برمیگرده میگه مربی میگه، حالا خیال نکن اشتباه شاگرده، بیا برو مثلا با کیوان فایت کن. آقا کیوان 15 ساله داره کار میکنه، تو باعث میشی که این بیاد فایت کنه، دوتا ضربه هم که بلدی سنگین بزن، اینم عصبی شه یه دونه بزنه تو صورتو، یه بینی ازش بشکنه، یه پلانشه، یا نمیدونم یه که عضله پاره شه، کشیدگی هم استرینگ بشه. باید ورزش استپ با استپ بیاد جلو. اصلا به این صورت نیستش که ما یه دفعه یه نفر رو بفرستیم مسابقه، یه دفعه به یکی بگیم آقا شما 120 کیلو پرستینه بزن. این یکی از آسیب هایی که من صدها بار مخصوصا تو همین باشگاه ها، چون ترک ها و روس ها دوست دارن سنگین بلند کنن همه چی رو بدون هیچ تکنیک و بدون هیچ گرم کردنی، و تذکر متاسفانه خیلی هاشون هم جوان هم گوش نمی کنن. ولی این یکی از عواملیه که ما یک شبه میخوایم راه 100 ساله بریم و خیلی عجله داریم. مثلا یه طرف هم میگه آقا فلان مربی، این اصلا علمی نیستش این کار میکنن، مربی میشه علمی نیستش، آره تو نمیدونم یه ماه 15 کیلو وزن رفیقانو کم کرده. چجوری کم کرده؟ ما از نظر علمی که به بدن ما آسیب نرسه بین 2.5 الی 3 ماکسیموم دیگه با ترکونی 4 کیلوگرم اصولی باید وزن رو بیاریم پایین. دقیقا. دیگه این همه وزن آوردن پایین و اینه، شما به قلب شاگرد فشار آوردی، به نمیدونم کبدش آسیب، همه چیش آسیب دیده، بچه رو بستن به الکارنتین ها و فلان، حالا اونو باید توی بحثی درباره سلامتی داروها صحبت کنیم، جاش تو اینجا نیستش. ولی این قوله میتونه از شما بگیریم دیگه. من البته یعنی تخصص من تغذیه نیستش، من در حد همیشه مربی ها میگم آقا ماها میتونیم در حد منع غذایی بدیم، بگیم اینو بخور اونو نخور، ولی اینکه برداریم برنامه قطع کنم یه قول تو لایو از شما بگیرم. موضوع بعدی ما در مورد سلامتی است. آقا میخوام ببینیم که ورزش چطور میتونه به سلامت ما کمک بکنه. این قول از شما میخوام بگیریم که تو ایشالا یک لایو داشته باشه، حالا هر کدوم دوستانم آمادگی داشتن به ما اعلام کنن و لایو رو پربار جلو ببریم. این قول از شما میخوام بگیریم. آقا قول نمیخوام، شما دستور بده من بکلنم. ما بعد در ایشالا سلامت باشی بزرگ باری. آره عرضم به حضورت، این یکی از دردهایی هستش که ورزشکارا آسیب میبینه و این باعث میشه چی؟ من چون تخصصم رزمی هست همه بیشتر مثلا تو رزمی میزنم، ورزشکاره میاد 2 هفته میاد باشگاه، میذارنش جلوی یه دونه کهنه کار میزنه، این بچه آسیب میبینه، ورزش زده میشه دیگه، تا عمر داره باشگاه نمیاد، یعنی تموم شد و رفت.
یه آدم رفتش حالا خدا میدونه دنبال اعتیاد بره، افسردگی بره، هرچی بره، ولی شما باعث شدین با این کار ناشایستتون این آدم دیگه نیاد ورزش. این یعنی هنر یه مربیه که شما بتونین جلد کنین طرف رو به ورزش، نه اینکه یه کاری کنین که این طرف از ورزش زده بشه و فراری بشه و باشگاه. میلیون ها بار پیش اومده که من دیدم ورزشکار آسیب دیده، چیزی شده، ورزش رو گذاشته کنار برای همیشه و به بیراهه ها رفته. من واقعا تو لایو پیشم خدمت خانم سانه گفتم که سلامت جامعه، احترام به همه دکترها، من خودم فرزند پزشک هستم، یعنی دکترها روی چشم من جا دارن، ولی واقعا سلامت جامعه اول با مربی ها هستش، بعد با دکترها. یعنی اگر کیس حاد بشه، عرضم به حضورتون، احتیاج به دارو داشته باشه، عمل داشته باشه، ببخشید، فیزیوتراپی داشته باشه، دیگه 100% یعنی دکتر و مربی دست در دست همه برای سلامت نگه داشتن جامعه. اگر اون مربی کارش خوب انجام بده، اگر اون آدم درست ورزش کنه، نمیدونم نه چربی خونش میره بالا، نه نمیدونم فشار خون میگیره، نه آسیب میبینه، یعنی خیلی 100% انسان در طول عمرش دکتر میره، ولی میتونه این عمر سلامت بیشتری داشته باشه. یعنی یکی از فاکتورهای هستش که ورزش انقدر میتونه به ما کمک بکنه. یه موضوعی که من از حالا توی لایو چون میگم این قرار هستش که خیلی این لایو رو ببینن، خواهشم این هست به هر دلیلی اگر دیدن ورزشکاری یا فردی آسیب دیده، به هیچ عنوان اونو حرکت ندن. ما کسایی که مراجعه میکنن میارن بیمارستان، اکثر کسایی هستن که دقیقا آخرین آیتمیه که نوشتم، از 7 آیتم همینه، شما بگو من آخر یکی از، چون من یهو یادم اومد گفتم که الان بگم. خب ما داریم میبینیم، میگیم آقا شما به هیچ عنوان کسی که آسیب دیده به هیچ عنوان این حرکت ندین و اجازه بدین اورژانس بیاد آتل بندی کنه اگر نیاز باشه و مصدوم انتقال بده. ولی ما دیدیم یه نفر مثلا میگم یه دنبل افتاده روی پاش، یا مثلا تو کمرش یه هارتل افتاده، در جا میگیرن دستا پاش میگیرن، از تخت میخوان بیارن پایین کمکش کنن، این آسیب باشه. یه دفعه میبینیم که فرد کلا قطع نخاع شده، حتی جراحی هم که صورت میگیره قطع نخاع شده و یه عمر باید روی ویلچر بشینه. این موردی هست که جا میندازن. من خودم چندین بار دیدم توی باشگاه کس رفت و اون یکی بکش، اون یکی پلان کن، یه چیز بیار بده. آقا نکنی نه. یعنی ما توی دوره مربیگری برگشتن به ما گفتن که آقا این کمک‌های اولیه، نمیدونم تو دوره ناجیگری برگشتن به ما احیا یاد دادن، نمیدونم در کنار اینها برگشتن گفتن مثلا شما یه غریقه از آب که داری میگیری، گرفتی سی پی آرش میکنی. خب من سی پی آر بلدم، ولی سی پی آر رو که داری میکنی اولین چیز اینه که یک نفر اونجا سریع اورژانس زنگ بزنه، چون سی پی آر کافی نیست. یعنی شما اون طرف مثلا 2-3 دقیقه زیر آب بوده، بعد عرضم به حضورتون شما اینو آوردی اوکی، مثلا سی پی آرش میکنی، ماساژ قلبی میدی، تنفس دهن بدن، ریه خالی میشه، طرف اصلا به پهلو میخوابونی و نفسش میاد. ولی نفسش میاد 100% این باید بره زیر اکسیژن، 48 ساعت تحت مراقبت های ویژه باشه. ما اینا رو من میگم چندین بار خودم، من خود به شخص خودم، چون من سالهای سال کوهنورد بودم، تو درکه داشتم میرفتم، صبح بود داشتم میرفتم پلنگچال، دیدم که بنده خدای خورده زمین، دور و برش همه جمع شدن و فلان و اینا، بلند شدیم چکش کردم بالا تا پایین، دیدم همه چیش خوبه، یه دستش آویزونه، داغم بود، نفهمیده بود. بعد برگشتم گفتم دستتو میتونی بیاری شما بالا؟ گفتش که نه نمیتونم. گفتم نگران نباش، در رفته. بعد عرضم به حضورتون چند نفر اومد خواستن جا بندازن کتفینو، گفتم آقا لطفا دست نزنین. من تنها چیزایی که داشتم اونجا و خودمون آقام داشتش، من یه سری باند کشی داشتم و این دست ایشونو به این صورت رو بدن خودش برداشتم، فقط بی حرکت کردم و به همراهش گفتم نذار کسی به این دست بزنه، برین یه دونه اورژانس نزدیکترینم فکر کنم بیمارستان طالقانی باشه به بلنجک اونجا. برگشتم گفتم که آقا مثلا اینو ببرین اونجا، براشون بخش ارتوپدی قوی هم داره، براش جا بندازن، نذار لطفا کسی دست بزنه. در طول مسیرم سعی کن ایشون مواد قندی خورده بهش بدی که افت قند پیدا نکنه. چیزی بود که تو اون کوهستان میشد انجام بدی، بیش از اون تا می‌خواستیم اورژانس هم برگردیم بگیم تا اینا بخوام با برانکارد بیام بالا، این بنده خدا آره رفته بود.
کیوان جان، من اینجا سلام عرض میکنم مجددا خدمت دوستانی که توی لایف هستن، خانم روزانی که ما اراده خاصی داریم بهشون، همکار ما هستن، همکار پرتلاش ما به قول گفتنی داریم درس پس میدیم بهشون. موضوع خیلی قشنگی رو اعلام کردن، گفتن که مردم به جای اینکه فضا رو آماده بکنن همه دارن لایف میگن که مصوم چی شده و دنبال لایف هستن، به جای تماس گرفتن با اورژانس دارن لایف میگیرن. این دقیقا موردی هست که ما توی البته فقط ایران نیست، ما همه جای این مورد دیدیم. جنگل را آتیش میگیره توی چیز، همه یا هلیکوپتر اومده توی ساحل ما میدیدیم، هلیکوپتر اومده آب برداره از توی دریا، همه وایستان دارن لایف میگیرن. این یعنی چی؟ متاسفانه به جای اینکه خودمون یه دستی بشیم برای کمک کردن، سعی میکنیم که پخش کنیم. پخش کردن فیلم، این فیلم ها به درد کسی نمیخوره. دقیقا همچین چیزی که شما میفرمایین بودش. توی بارگاه شماره 3 دماوند یه بنده خدای ادم مغزی شده بود به خاطر ارتفاع، و ما دنبال این بودیم که نور و هدلامپ و اینا جور کنیم که بتونیم اینو یه مقدار احیاش کنی. اعدمش خیلی شدید بودش و بتونیم با بچه های هلال احمر کمک کنیم که رگ اینو بگیریم یا به قول معروف آیوی براش بزنیم و اینا. چند نفر وایستده بودن گوشی به دست داشتن فیلم میگرفتن. گفتیم آقا کمک که نمی کنه، دقیقا با گوشیت نور بنداز ما بتونیم رگ اینو پیدا کنیم. من دقیقا اینا رو که داری میگی من نزدیک دیدم، لمسش کردم و واقعا متاسفانه هستش. عرضم به حضورت خانم روز عزیز، پیام داره میذاره برام. یه چیز دیگه که خدمت شما بگم خیلی بحث مهمی هستش، نوشیدن آب، هیدراته کردن بدن در حین تمرین. من میگم من دیشب نشستم تو دیر وقت این پاورپوینت رو آماده کردم، گفتم چند مورد باشه که به درد همه بخوره، ما با این سواد کممون بتونیم به یکی کمک کنیم. سلامت باشید. ببینین هیدراته کردن باز هم مثل وارم آپ کردن میمونه. در ورزش های مختلف، در دمای مختلف و در ارتفاع مختلف، یه جا مثل آنتالیا با یه جا نمیدونم، حالا من دارم ترکیه هی مثال میزنم، با نمیدونم یه جا مثل تهران با یه جا مثلا مثل شمال فلان اینا، اختلاف سطح دریا فرق میکنه، دماش فرق میکنه. من متوجه منظورم شدیم؟ مثلا من کشور به کشور مثال میزنم، جای گرم و جای سرد که بتونم واضح گفته باشم. یک ورزشکاری که یک بوکسوری که مثلا داره تو یه جایی مثل بندر عباس ما تمرین میکنه، اینو حداقلش ما باید مثلا در فصل تابستان باشه 5 دقیقه بار بگیم آب بخور، 10 دقیقه بار بگیم آب برو آب بخور، بعدن باید هیدراته بشه. ولی مثلا یک کسی که حالا جزء مثلا داره تو نمیدونم مسکو تمرین میکنه، خب اونجا جای سردی هستش و اگرم 20 دقیقه یه بار هم مثلا آب بخوره، نیم ساعت یه بار هم آب بخوره، بدن آسیبی نمیرسه بهش. ولی متاسفانه یک باور غلطی در قدیمی ترها بود، الان یه ذره خیلی خدا شکر بهتر شده، اینه که نمیذاشتن آب بخوری. مثلا ما یک ساعت ما رو بردن تو گرما دور این زمین های فوتبال میدوندن ما رو، گفتیم مثلا آب نه، آب چیه میخوری برو بابا کی آب نه نمی، یعنی یه کاری میکردم باور کن بعضی وقت مجبور میشدیم این یواشکی کنارهای زمین آب بزنه حواسش نیست مربی بردیم آب بخوریم. ولی الان ما با این کار باعث میشه چی؟ باعث میشه که به کلیه ورزشکار آسیب برسه، کلیه سنگساز بشه و حالا اینا دیگه بحث تخصصی هستش، اورولوژیست باید صحبت کنه دربارش. میگم من سوادم تو این چیزا که من در حالت ورزش بالا کسی که ورزش میکنن این حالت بشه، چون که ما تو بحث بیوتی که من خودم دیدم خیلی میگن که روزانه 8 لیوان آب بخوریم، وقتی فعالیت نمیکنی چرا باید 8 لیوان آب بخوریم؟ ما بحثمون چون ورزش درباره ورزش دارم میگم آقای دکتر. بله درسته، همه شما درسته، بله همه شما درسته. و بعضی ورزشکارا هستن که توی زمین دیدیم که داره ورزش میکنه، مثلا توی فوتبال داره ورزش میکنه، میفته و فوت میکنه، این از علتاش میتونه باشه؟ ببینید نه، اونا بیشتر هارت اتک هستش، حمله قلبی هستش، ولی اون هم میتونه باشه. چرا میتونه باشه؟ چون این ورزشکار موقعی که آب نمیخوره خون غلیظ میشه و این غلظت
خون هم 1001 عارضه میتونه داشته باشه، ولی اونهایی که باعث ایست قلبی میشه خیلی وقتا میتونه داروی نیروزا استفاده کردن، استروید به خودشون زدن، نمیدونم زمینه بیماری قلبی دارن، یعنی یه همچین چیزهایی میتونه باشه. نوشیدن آب زیاد نمیتونه باعث ایست قلبی بشه در هنگام ورزش و اینا، کم نوشیدن آب بیشتر تو دراز مدت آسیبش رو نشون میده. آسیبش به چه صورت میتونه باشه؟ میگم اولین جا کلی است، یعنی این باعث میشه که این ورزشکار اوروکراتینینش بره بالا، بعد همونطور که خدمتتون گفتم در بحث غلظت خون میتونه و هزار، یعنی عوارضش خیلی زیاده که بخوام خدمتتون بگم. هیدراته کردن بدن، ما مثلا تو کوهنوردی یک کمربک داشتیم که شیلنگش قشنگ وصل بودش، تقریبا مثلا تو شیر ماه ما قله سبلان رو داشتیم میرفتیم بالا، خود من به شخص ساعت هر 3-4 دقیقه یه بار یه قلوب آب میخوردم، به خاطر اینکه تو ارتفاع ما باید خون رو رقیق نگه داریم به خاطر جلوگیری از ادم. حالا اینا بحث دیگه علمی چیز تخصصی مال کوهنوردی میشه، من میگم همه رو خیلی کوچولو دارم به خدمتتون میگم. نوشیدن آب کافی در حین ورزش یکی از مهمترین آیتم هاست و من یک بار با یک مربی واقعا گلاویز شدم. چرا؟ به خاطر اینکه برای یکی مربی یکی از نزدیکان من بود، برگشته بود بهش گفته بودش که آقا شما اگر میخوای لاغر بشین شما در حین تمرین و 2 ساعت بعد از تمرین حق ندارین آب بخورید. بریم ببینید چقدر آدم عاقل، شما داری آب بدن اینا رو ازشون میگیری. آبش بله، ما بیشترین درصد به قول بدن ما از آب تشکیل شده. خب وقتی این بنده خدا ورزش کرده، عرق کردن، دفع آب داشتن، بعد چون 2 ساعت بعدش هم بله این آدم مثلا بین 200-300 گرم تا حتی 1 کیلو 1.5 کیلو میتونه پایین نشون بده وزنشو، آیا این کار درسته؟ 2 تا لیوان آب بخوره همش برگشته، این چه چیزیه؟ شما میدونی اصلا برگشتم یقشو گرفتم گفتم شما این مدرک تا کجا گرفتی؟ کی این اراجیفو یاد شما داده؟ چون تا جایی که من میدونم مدرسان تو ایران همچین حرفی نمیزنن، اینا همش چیزای مندرآوردی هستش که یک سری مربی نماها که واقعا به جای اینکه به مردم سود داشته باشن دارن ضرر میرسونن، این خیانت ها رو در حق بچه های مردم، زن مردم، شوهر انجام میدن و باعث میشن که یک عمر یک آدم با یک بیماری که نداشته زندگیش رو ادامه بده. خب کیوان یه سال برای خودم پیش شما دارم، کسایی که کشتیگیر هستن، کسایی که بدنساز هستن، قرار هست که بدن رو خوش کنن و ما دیدیم مثلا کشتیگیره میخوان وزکشی که انجام بدن، ممکنه که مثلا یک روز تمام آب نخورن به مقدار خیلی کم، اون چی؟ اون آسیب ها همچنان ادامه دار هستش؟ ببینیم بدن ادامه فرمایش شما تو ذهن من بودش، اصطلاح میگم بدن رو باید آبگیری کنیم. بنده خدایی که میخوام برم مثلا مسابقات بدنسازی، بدن میخواد خودش رو کات نشون بده و اینا، تایمش رو دقیق نمیدونم چقدر، ولی یه تایم همون تقریبا 24 الی 48 ساعت فکر کنم آب نخورن یا خیلی کم بخورن دقیقا. و این برای اینکه مثلا اینکه بدن رو بخواد کات نشون بده و اینا باید این کار انجام بدن، 100% آسیب میزنه بهشون. میگم برای این به قول معروف افراد مثلا اوکی مدال هم میارن، حالا اون بندگان خدا برای این مسابقات هزاری دوره و هزینه و آمپول و این چیزا با عوارض مختلف هم به خودشون میزنه، یعنی آب نخوردنه براشون کمترین ضرر رو داره، ولی حالا دوست دارن اون مدال رو بیارن به این قیمت، خب میرن میارن، ولی متاسفانه نمیارزه، واقعا نمیارزه. یعنی که شما فرمودین هم برای حالا برای کشتیگیرا نیست، کلا ما خودمونم، من خودم هم درگیر این بودم، مثلا اومدم رو باسکول برای وزنکشی قبل مسابقه، گفتن آقا شما مثلا 0.5 کیلو 300 گرم 1 کیلو بالای وزنی میرفت، خب شما که نمیتونه 100% دادم چربیت دست بده تو اون تایم کم، مجبوری چیکار کنی؟ مجبوری بری یه گرمکن بپوشی، تناب بزنی، نمیدونم بودی فلان، اونه که بدنت آبش گرفته بشه، بعدش بری به قول من رو باسکول سر وزن که بودی دیگه به شما 24 ساعت وقت میدم، میتونم میگم 24 ساعت بری غذا بخوری که بدنت پر کنه برای مسابقه. خب که حتی از سرم های قندی نمکی هم ما بعدش استفاده میکردیم، من خودم این بار کار کردم، من فکر کنم البته زمان داشتم، من خودم برای مسابقات جهانی که میخواستم برم 11 کیلو وزنم آوردم پایین، 2017 که میخواستم برم جهانی ایتالیا. بعدش ریکاوری کردین دیگه؟
من نه، من زمان داشتم، من این 11 کیلو رو توی یه زمان مثلا 6 7 ماه آوردم پایین. نه خیال کنین که سری آورد، توی 6 7 ماه وقت داشتم، توی 6 7 ماه آوردم پایین. ولی من موقعیم که می‌خواستم برم مسابقه زیر وزنی که می‌خواستم برم مسابقه بودم، یعنی اصلا خیالم وزنکش همه چیم راحت بودش، با خیال راحت غذا می‌خوردم، که ذخایر بدنم، ذخایر گلوکوژن و فلان همه چیم پر بود، اوکی اوکی بود. و این ببینین به ماها هم آسیب میزنه، ولی آبگیری بدن ما یه پروسه 3-4-5 ساعت است، ولی این هم میزنه. چرا نمیزنه؟ این هم میزنه. بهترین کار اینه که اگر ورزشکاری هم مسابقه داره، مثل همون کاری که خودم کردم، چون تاریخ مسابقات آقا ما مشکلمون میدونی چه، چرا ورزشکار اینطوری میشن؟ یه تقویم ورزشی درست حسابی نداره. الان ورزشکار امریکا میدونه که آقا سال 2025 در فلان روز فلان تاریخ قراره بره وسط رینگ، قراره بره وسط دوشک، ولی اون ایرانی بنده خدا نمیدونه. خب یعنی بخوام یه ذره بزنم جاده خاکی بحث ورزش خارج بشم، بچه‌های ما تمرین میکردن ولی تا یک هفته آخر معلوم نبود ما ویزای شنگنمون رو گرفتیم میریم ایتالیا یا نه. این خیلی بده، با انگیزه تمرین نمیکردن. گرفتین آقا مثلا خیلی بچه‌ها بودن که دیدن ای وای ویزا رو گرفتن، هنوز 3-4 کیلو بالای وزن اینا. بله شروع کردن دوباره رژیمای سه روز غذا ورزش کنی، غذا نخوری، برخو. بله این بدن آسیب می‌بینه، این بدن آسیب می‌بینه. یعنی یکی از دلایلی که ورزشکار حرفه‌ای ما مجبور به این کارو میشن اینا هم هستش. ما تقویم ورزشی درست نداریم که به قول ما بدونیم چه ساعتی چه روزی کجاییم. اینا هستش، دقیقا هستش فرمایش شما، و آسیب میزنه ولی اجتناب ناپذیره. ورزش حرفه‌ای بدون آسیب نمیشه آقای دکتر، اینطوری بهتون بگم. این به قول من چیزی که منی که الان جلوی شما نشستم چهره رو میبینید، به قول من دفرم شده، من فقط نزدیک 9 بار شکستگی بینی دارم. خب آخه ببین بحث کیمان جان، بحث این هستش که شما حرفه‌ای انجام دادین ورزش دادن و ادامه دار هستش به عنوان یک مربی و کارشناس، و این همه لول شما رو نمیتونه داشته باشن. به چه قیمتی باید این آسیبا رو قبول کنم؟ با خیلی از دوستانمون هستن که رفتن مثلا به عنوان اینکه حرفه‌ای کار کنن، آسیب خوردن، الان کنار خونه افتادن، روی ویلچر افتادن. به چه قیمتی؟ به خاطر اینکه عدم شناخت به حرکت‌ها و دستگاه‌ها بوده یا مربی بوده، این علتش چی میتونه باشه؟ من دنبال اون هستم. ببین آقای دکتر، یه اصطلاح هستش که بزرگترای ما میگفتن، میگفتن رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. ما اصلا آهسته و پیوسته نمیریم. مثلا من میخوام شخص خودم رو مثال بزنم، یا مادر خودم رو مثال بزنم، چون ایشون الگوی من بوده تو همه چی. ایشون الان در سن مطالعه 1324، حالا من سنش اشتباهی، ولی 75 به بالا، ایشون از سن خیلی پایین داره ورزش میکنه و هنوزم که هنوزه، ایشون دکتر داروساز هستش، صبح بلند میشه ساعت 6 بلند میشه میره ورزش همگانی تو اون پارکی که منطقه خونه ما هست، ورزشش رو انجام میده، بعد میاد خونه صبحانهش رو میخوره و بلند میشه میره سر کار خودش. یا مثلا ایشون مثلا دست منو گرفت منو خونه نوردی، بالای 50 ساله که ایشون هر جمعه میره کوه. خب ولی همیشه میگم آهسته و پیوسته ورزش رو انجام داده. شخص خودم هم از سن 5 سالگی دارم ورزش میکنم، حالا توی مدت‌های قهرمانی هم ورزش کردم، ولی الان دیگه دارم ورزش میکنم فقط برای سلامتی و سلامت نگه داشتن شاگردان خودم. به خاطر اینکه مربیان خوبی داشتم، منو در مسیر خوب هدایتم کردن و از همهشون تشکر میکنم، واقعا خیلی حق گردن من دارن. اگر اونها هم با من بد تا کرده بودن، 100% من الان یه ورزشکار آسیب دیده بودم، و مثل خیلی ورزشکارهای دیگه که الان خونه نشین شدن و ورزش زده شدن و پاشون توی سالن ورزشی نمیذارن، منم همین سرنوشت رو داشتم. ولی میگم همون اصطلاحی که میتونم بهتون بگم، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. کسی که میخواد سلامت باشه، هیچکی نمیگه آقا شما حتما بریم باشگاه ورزش کنی. مادر من هم باشگاه نمیره، مادر من از مربی همگانی استفاده میکنه، نشودم تو خونه خودش ورزش میکنه، یه دو دور حیات میده، 4 تا حرکت کششی انجام میده. اینها
میتونه یک آدم رو سالم نگه داره. یه تقریبا روزی نیم ساعت یه اصطلاحا اکتیویتی ورزشی داشته باشی بسته. یعنی اینطوری نیستش که شما حتما هر شب باید بری باشگاه، حتما باید پودر پروتئین وی بخوری. الان یه چیز غلطی که اومده میگن که شما ورزش بدون مکمل نمیشه. کی گفته ورزش بدون مکمل نمیشه؟ شما همه اونها رو میگم واقعا بحث تغذیه یه متخصص باید بیا درباره صحبت کنه. من به خانم روز گفتم، گفتم روز عزیز من نزدیکترین کسم همسرمه، با من توی خونه زندگی میکنه، ولی من به همسرمم رژیم نمیدم. همسرم زیر نظر متخصص تغذیه است. من تغذیه رو خوندم، من چند بار توی دبیرستان تربیت بدنی توی دانشگاه 3-4 بار تغذیه رو خوندم، ولی باز به همسر خودم رژیم نمیدم. این مربی ها به چه جرأتی برمیدارن رژیم میدن، استروید میدن، ساب. حالا یه مربی اوکی، من مثلا شما هنرجو من هستی، من از من میپرسی آقا مثلا من انرژیم کمه، من در حد اینکه بگم یه اومگا 3 بخور، نمیدونم یه روز ارمیو ویتامین 400 بخور، اینا چیزایی هستش که به کسی آسیبی نمیزنه. تازه باز اونا رو هم اگر بخوای زیاد بخوری اونا هم همش ساید افکت داره. ولی بحث ورزش و سلامتی الان یه چیز خیلی پیچیده‌ای شده که یک مربی، ببخشید، حتی مربی تو کار شما هم دخالت میکنه، ادعای فیزیوتراپ بودن هم میکنن. از این کارا هم دارن انجام میدن. ما اتفاقا همین مطلبی که گفتیم که ایوان جان، ما یکی از دوستانمون چون میرفتیم بسکتبال میدیدم، خب این آسیب دید، من چندین بار مثلا براش کار رو انجام دادم، بعد دیدم که این دیگه مثلا میگم اون خودش شده بود به عنوان اینکه هر کس آسیبی حدود من بلدم این کار انجام بدم. گفتم داری داغونش موقع داری میکشیش محترمانه، قرار نیست که همه روی تجربیات دونه دونه حرکت فرق میکنه. و این جزء اون مطلبی که اول فرمودی ما همه چی دان هستیم، جزء ما همه چی دان ها هستیم. دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره. خانم ندا خیلی خوش اومدی، من کامنت ایشون رو داشتم میدیدم. عرضم به حضورتون خانم ندا، ما درباره مکمل ها یه بحثی بعدا باید انجام بدیم، چون بخوایم صحبت کنیم یه یک ساعت فقط باید درباره مکمل ها صحبت کنیم و خیلی طولانی. من فقط همین رو گفتم که همکارای من، دوستای من، استادای من، ازشون اینجا عاجزانه خواهش میکنم با سلامتی ورزشکارها بازی نکنن، به کسی دارو نفروشن، به کسی عرضم به حضورتون استروید ندن. من به روز عزیز گفتم در لایو قبلی، دو تا از عزیزان من که من میشناسم، اصلا اسم میبرم اینا رو، به خاطر اینکه مربی به اینها استروید داده بود مبتلا به بیماری کانسر شدن و متاسفانه یکیشون به خاطر کانسری که داشتش و نوع خیلی بدی بودش، یک جوان بسیار رعنا از بسکتبالیست های بسیار خوب، خانواده بسیار خوب، به رحمت خدا رفتش. و این پسر دوست من بود، بسیار جوان با ادبی بود، تو همین آنتالیا هم خانواده زندگی میکردن و واقعا داغ خیلی بزرگی برای همه ما شد. یعنی واقعا همه بچه ها عزادار شدن با رفتنش و روحش شاد. یزدان نعمتی از بهترین بسکتبالیستا بود، خدا رحمتش کنه. و عرضم به حضورتون یکی دیگه از هستش که شاگرد خود من الان، خدا شکر ایشون کانسر داشته و میگه خدا استاد نگذره از این مربی که برداشت این آمپولا رو به من داد. گفتم اوکی اون بنده خدا میخواد اینا رو بفروشه سودی بکنه، خدا مگه به شما عقل نداده؟ شما که عشق سیکس پک در آوردن داره میکشتتون، دوست دارین سیکس پک در بیارین. آقا سیکس پک در آوردن من به همه میگم بالای 1 ساله، بالای 2 ساله، ریاضت داره، رژیم دقیق تام، باید خوابت به موقع باشه. من یه چیز خدمت شما بگم در بحث سلامت هم هستش آقای دکتر، ما اگر بخوایم بذاریم اندام زیبا رو میگن در آشپزخانه ها ساخته میشه. چرا؟ 70% فیت بودن بدن رژیمه، دایت درست حسابی باید داشته باشی. 20%ش ورزش هستش، یعنی حالا بحثی که ورزشی که میکنی، تمرین، مربی، هرچی، 20%ه. میمونه چقدر؟ 10%. اون 10% خواب به موقع و دوری از استرس، یعنی 5% خواب، 5%. حالا این درصدها رو بعضی اساتید بیشتر میگن، بعضیا کمتر میگن. من حالا
در رفرنس هایی که خودم دیدم و دارم خدمتتون میگم. و عرضم به حضورتون این نباشه که ما برمیداریم به یک ورزشکار میگیم بله بیا یه دوره برمیداری 6 ماه سیکس پکات هم در میاد، بله در میاد، برمیداری استروید و نمیدونم آنابولیک و همه چی میکنی تو جون اون بچه، بله سیکس پک در میاد، ولی به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ حالا انواع کانسرها، عوارضی که برای خانم ها داره، برای آقای من شاگرد داشتم، شاگرد خانم که برگشت گفت استاد من مربی مرد داشتم مثلا خودش میورد تو باشگاه میکشید خودش میزد بغل ناف ما این استروید استوبا و فلان و چربیاش کم خیلی هر شد. گفتم شما میدونی مربی داشته چه آسیبی به شما میزده، امکان داشته دیگه ناباروری به شما بده و نمیدونم یه سری چیزا، خانم موهای زائد در میارن، نمیدونم خیلی برای خانم ها مثلا خیلی استروید و عوارض بیشتری داره تا آقایون. کیوان جان خدمت عرض شود که ما چون موضوع انقدر گسترده هستش توی یه لایک جواب نمیده چون زمان محدود هست. مرسی شود که هر کجا بحث تجارت به وسط اون کار از بین میره، حالا میخواد ورزش باشه و غیره. بحث تجاری اگر باشه همیشه ما داریم میبینیم مثلا کلن به یه به هم ریختگی داریم. خب برای اینکه لایو رو سریعا جمع کنیم و به قول گفتن بتونیم تکرار کنیم لایو در آخر اگه زمان بگی من یکی دوتا مورد دارم دو دقیقه دو دقیقه تو میپره میخوای یه بار دیگه چیز کنیم، میخوای یه بار ریکاوری کنیم، دوباره تکرار کنیم این لایو رو ببندیم دوباره کانکت بشیم. پس عزیزانی که چیز هستن یه بار لایو رو میبندیم دوباره برمیگردیم. اوکی برمیگردیم، پس منتظر باشه. خوش باشه. خوش باشه.